خاطرات خیلی عجیب هستن. شاید 30% ناراحتی بیاره ولی 70%ش خوشحالیه. یادم روزهای اول مدرسه به ما کتاب میدادن، اما من دنبال توپ فوتبال بودم چون از ذهن قفل بودم. بیشتر عاشق فوتبال بودم تا درس و تحصیل. همچین چیزی اشتباهه ولی من همین بودم. صدام میزدم پله، میدونی؟ افکارم این بود مثل پله تو سن 17 سالگی قهرمان جام جهانی بشم. خب هر فوتبالیست یا روزی همچین چیزی رو داره. همیشه فکر میکردم هیچ سیاهی نمیتونه به جز من تو فوتبال ایران موفق باشه. تا اینکه یه روز جلال ما رو تو دفتر باشگاه شاهین جمع کرد که من تو اون تیم بازی میکردم، رده جوانان. همین که وارد دفتر باشگاه شدم محو یه قاب عکس قدیمی شدم. اون عکس مردی بود سیاه‌پوست که دم تو هوا بلند شده. با تعجب از مربیمون پرسیدم این بازیکن کیه؟ گفت این مروارید سیاه هست، احمد رزمی، مروارید سیاه، چیز با ارزشی هست و گرون که صیادا به خاطرش 2000 تا صدف شکار میکنن که یک دونه مروارید سیاه به دست بیارن. به خودم گفتم چه لقبی. و از همون روز من دوست داشتم احمد رزمی باشم و صدام کنن مروارید سیاه. دوست داشتم از نزدیک ببینمش ولی نبود. شیراز زندگی میکردم. بعد چند سال موقعی که من سرباز تیپ 55 هوابرد شدم، در اون زمان من واسه هوابرد فوتبال بازی میکردم که یه روز خود احمد رزمی اونجا حضور داشتن کنار مربی تیم ما. اتفاق به این جذابی خوشحال کننده بود واسه من و باعث افتخار.